دفعه سومه که دارم اینو ضبط میکنم و هر دفعه یه چیزیش گیر میکنه. دقایقی پیش یا الان میشه دقیقا فکر کنم نیم ساعت پیش شماره قبل رو تموم کردیم، یه سرور گرفتیم، توش لاگین کردیم، پسوردمون رو عوض کردیم، روش آپاچی نصب کردیم، با اینکه قرار بود برای دسکتاپ برای آدمهای شاد باشه، ولی شما آدم ها شادن میتونن سرور هم نصب کنن، ترس نداره که، یاد میگیرن. تنظیم وب سرور شخصی این دفعه میخوایم انجام بدیم، یعنی من میخوام یه کاری کنم که بتونم این چی دیگه شخصا دایرکتوری هوم خودم یه سری فایل داشته باشم که به عنوان وب سرور کار کنه و میخوام به دومین هم بهش وصل کنم. گیری که تو این چند سری کردیم این بود که سایت freenom.com یه بخشیش توسط دوستان سانسور شده، نمیدونم چرا، برای اینکه دومین مجانی میده دوست ندارن، و یه بخش دیگه هم این که سایتش خیلی خسته است. من بخاطر تونستم توش لاگین کنم، اکانت باز کنم، میتونم بگم register a new domain، میخوام یه دومین جدید درست کنم. این در واقع سایتش اجازه میده من دومین درست کنم، وصلش کنم به هاستم. میگه اسم دومینت میخوای چی باشه، مثلا میگم easy linux، ببینم خالیه. easy linux، easy linux پره. linux jadi خالیه. اوکی، من میگم اینو میخوام بگیرم. میگه حل، اضافه کردم به سبدت. میگم چک اوت کن. این اجازه میده من دومین های خالی دات تیکی بگیرم، حتما خیلی زیاد دیدینش. میگه لینوکس جادی دات تیکی رو گرفتم. اینجا اجازه میده من DNS هم رو ست کنم. DNS چیه؟ من کامپیوتری که الان با هم ست کردیمش اینجاست، ولی یه نفر توی براوزرش اینجا تایپ میکنه فلان 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 فلان، الان تایپ میکنه چی؟ لینوکس جادی دات تیکی، و من میخوام این رو برسونم به کامپیوتر خودم. کامپیوتر من میدونین یه دونه آی پی داره که اون عدده بود. این سایت و از طریق سرویس DNS، در واقع اینجا DNS یا اینجا، به من اجازه میده که بگم هر کی این اسمو زد به چه آی پی بیاد. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق میفته. من زدم یوز DNS و اینجا میزنم که اگر طرف زد linux.jadi.tk بفرستش به این آی پی، اگرم زد www.linux.jadi.tk بفرستش به همین آی پی. میگه 3 ماهه میخوای بخریش؟ میگم نه، حالا که مجانیه 10 ساله میخرمش. مثل که 10 سالش پولیه، 1 ساله میخرمش. کمون دود برشکستش. خب کانتینیو رو میزنم، میره مرحله بعدی، میگه اسم و فامیل تو باید بدی. میگم من جادیم، امیری هستم، آدرسم تو امیردونی زندگی میکنم، زیپ کد میخواد از من اینه، زیپ کدم سیتیم تهرانه و استان عزیزم هم اصفهانه، فون نامبرم الکی میزنم اینه، و هرچی هم تو بگی من قبول دارم. در بست. خیلی زشت بود کارم. میگه اوکی، ما به زودی این رو برای تو درست میکنیم. چی بود؟ linuxjadi.tk. در واقع انتظار دارم تا دقایقی دیگه، ساعتهایی دیگه ببینیم کی درست میشه. اگر یکی اینجا نوشت linuxjadi.tk، در واقع اینجا، بفرستتش به آی پی کامپیوتر من که همون آی پیه که رو سرورمون بود. اوکی، پس من تونستم دومین رو وصل کنم به اون، یه پله به جلو. در حال حاضر که هنوز دومین وصل نشده، بذاریم برگردم این پایین، در واقع ما با آی پی بهش وصل میشدیم دیگه. یعنی من آی پی سرورم رو که میزدم میرفتش به سرورم وصل میشد، آپاچی میومد بالا. اینا یا سرورمه، قطع شدم ازش چون خیلی وقت کار نکردم. یه ترمینال جدید باز میکنم. شما اگه لینوکس ویندوزی میتونین با پوتی کار کنین. آی پی رو میزنم اینجا، یه کمی هم برای شما بزرگش میکنم که خوشحال باشین، و پسوردم رو بهش میدم. سعی نکنین این سرور رو هک کنین، نه اینکه امنه، ولی خب در واقع من خیلی دارم باهاش دوستانه برخورد میکنم که باهاش چیز یاد بدیم. خب حالا من میخوام فقط یک کار دیگه بکنم. من میخوام به جای فایلای دیفالت آپاچی چیزی که تو هومم هست رو نشون بدم. من اون دفعه یه یوزر اد کردم، یه یوزر جادی ساختم، یعنی گفتم یوزر اد جادی، الان ارور میده که یوزر اد یوزر زدم، البته الان اشتباه تایپی بود، الان که میگه خب جادی هست. بعدش هم زدم پس دبلیو جادی با یوزر روت، پسورد جادی رو عوض کردم که جادی بتونه لاگین کنه. خب من میخوام با یوزر جادی لاگین کنم، میزنم سو جادی خط فاصله، یعنی با محیط جادی لاگین کن، چون روت هم دیگه ازم سوال نمیپرسه. سی دی میرم تو هوم جادی، ام کی دایر میکنم، معمولا رسم اسمشو میذاریم پابلیک اچ تی ام ال. این دایرکتوریه که فایلای هومم توش خواهد بود.
cd public html در واقع من هر فایل html که اینجا بذارم میره تو وب سرورم. ادیتور ساده تکست بیسی داریم به اسم vi، خیلی هم ساده نیست. ببینم نانو هم نصبه؟ نه نانو نصب نیست. vi یه خورده سخته، در مرحله اول شاید خوب باشه با vi کار نکنید، صبر کنید تو شماره بعد ftp رو آموزش میدم. ولی من فعلا اینجا یه فایل index html درست میکنم. میگم اسم فایل من هستش، اسمش هست، در واقع توش یه خود html می‌نویسم، body h1 hello this is my host h1، در واقع یه فایل ساده html که یه صفحه html خیلی ساده رو توی اینترنت نشون میده. خب در واقع کت میکنم، ایندکس html نشونش میده. من هنوز که میزنم خب معلومه که این صفحه نمیاد، برای اینکه صفحه دیفالتش میاد. همه تنظیمات من از این اگزییت میکنم، برمیگردم تو یوزر روت، هنوز توی اون سرورم هستم. همه تنظیمات من معمولا تو etc هم. تو etc httpd تنظیمات در واقع برنامه httpd که وب سرور منه. تکرار میکنم، قرار نیست شما با دیدن این کارو دقیقاً یاد بگیرید. میتونید درست خط من ادامه بدین همین کارو بکنین، ولی بهتره که برید در مورد HTTP بخونین. اگه علاقه من شدین ویدیو الپیکو ببینین، بدونین چرا تو ETC تنظیمات هست، VI چه جوری کار میکنه. در واقع پیدر ایلودی به من میگه الان کجا؟ من تو ETC HTTP دی ام. یه کانف داره، یه کانف دی داره، یه دونه این داره. کانفیگوریشنال لابد این توه. آره، یه فایل داره به اسم httpd.conf. VI میکنم. مجبورین اگه کار سرور میکنین vi رو یاد بگیرین، در واقع مراجعه کنین به j.mp jdlpk1، در واقع یه مجموعه از آموزش های lpk هستش. برادرها خوشبختانه j.mp رو هم به نتیجه رسیدن که برای اخلاقیات شما مهم خوب نیست، در واقع آدرس طولانی ترش هستش این jadi.gitbooks.io/lpic1. اینجا یه فصلی داره، در واقع اولا میگه که از این تورنت میتونین همش رو بگیرین. یه فصلی در مورد وی آی هم داره که چجوری میتونین فایل ادیت کنین و اینجور کارها. اوکی؟ وی آی رو به هر حال از یه جایی یاد بگیرین. حالا شاید من یه ویدیوکست کوتاه وی آی هم درست کردم. خب اگر یادتون باشه از وی آی میام بیرون، ما اومدیم توی دایرکتوری etc/httpd.conf، وی آی کردیم httpd.conf. تمام تنظیمات مربوط به آپاچی اینجاست. مثلا سرور روت کجا نصب شده. من همجا دارم پیج داون میزنم، خورد خورد میام پایین. ببینم چه جور تنظیمات ده. ببینید این خیلی جالبه. داکیومنت روت من تو ور www.html. یانک یانک پی میزنم، دوتا وای، بعد پی، این خط کپی پیست میکنم. مجبورم همینجوری پشتش یه دونه. نه آموزش وی آی واقعا نمیخواد. lpico دانلود کنین. همین آدرسی که گفتم. در واقع توش یه دونه ادیت کردن فایل هستش که منطقا از همون استفاده کنین بهترین کاره، اینه 103.8. در واقع توش همه رو توضیح دادم، نگران انگلیسی بودنش نباشین، انگلیسی خیلی ساده ایه. از اون بالاتر اگه از اینجا میتونین در واقع دانلود کنین کل فایل های آموزشی، ویدیو آموزشی مثل همین، از اون طرف هم در واقع سرچ کنین آموزش لینوکس جادی به اندازه کافی لینک پیدا میشه. وی آی رو یاد بگیرین اگر میخواین کار سروری بکنین، حتما باید وی آی بلد باشین. خب من میگم اون میگفت داکیومنت روت تو حالت عادی از اینجا بخون. من میگم نمیخوام از اینجا بخونی، از اینجا بخون هوم. ببخشید همین دایتوری که الان ساختم در واقع توی هوم جادی یه پابلیک HTML ساختم اگر یادتون باشه. بذاریم بریم ببینیم چی میشه. اونو ذخیره کردم سیستم CTL ریستارت HTTPD، وب سرور رو یه بار ریستارت میکنم. به من ارور میده، میگه اینجا رو اجازه ندارم بخونم. این به خاطر یه چیزیه به اسم SE Linux. من میزنم set enforce 0 ببینم آیا مشکل حل میشه. مشکل حل نشد، در واقع یه پله حل شد. SE Linux یه مکانیزم امنیتی تو لینوکسه که خیلی پیشرفته و خوبه. همیشه هم توصیه میکنیم با آدمای حرفه‌ای که SE Linux رو یاد بگیرین، بی خودی خاموشش نکنین. ولی در این مورد خاص خاموش کردنش بد نیست. در واقع مشکل ما رو سریع حل میکنه. امنیت اونو میاره پایین.
در واقع میزنم vi etc se linux، یه set enforce صفر که زدم خاموش شد، vi etc se linux. اینجا یه فایل کانفیگ داره که اونجا من میام se linux رو به جای enforcing در واقع disable میکنم. خودش راهنمایی کرده که میتونه enforcing باشه، permissive باشه یا disable باشه. این کار رو همیشه انجام بدین اگر هنوز حرفه‌ای نشدین. SE Linux چیزی نسبتا پیچیده‌ایه. خیلی از آدمای خیلی حرفه‌ای هم فقط خاموشش میکنن. در واقع پس من یه set enforce صفر زدم که الان خاموش بشه. این فایل رو هم ادیت کردم و توی اون خطش نوشتم SE Linux مساوی disabled، برای اینکه در واقع از این به بعد که کامپیوتر میاد بالا خاموش باشه. حالا میام CD home. اینجا من یه دونه دایرکتوری جادی دارم. LSLTRH میگیرم. ببینید هیچ کسی دسترسی خوندن یا نوشتن بهش نداره. فقط خود یوزرشه. در حالی که یوزر آپاچی باید بتونه این دایرکتوری رو حداقل بخونه. من میرم chmod 755 جادی. که از این به بعد آدمای دیگه هم در واقع وقتی این دستور رو میزنن میتونن تو این دایرکتوری فایل هاش رو ببینن. و میذارم chmod 755 public. میبینین سریع تایپ میکنم، در واقع تبو که میزنین اگه بدون خودش باید چی بذاره میذاره. این هم وقتی اینجا x داره یعنی میتونه توی فایلاش رو ببینه. دوباره میرم cd public html lsltrh. ببینین این هم هنوز همه میتونن بخوننش فایلاشو. پس منطقا الان آپاچی باید به اینا دسترسی داشته باشه. برای اطمینان یه بار آپاچی رو ریستارت میکنم. اون فایلی که من تو هوم هم درست کرده بودم به عنوان صفحه اول وب دیده میشه وقتی میایین تو این آدرس. اگر در این فرصتی که ما بودیم در واقع لینوکس جادی دات تی کی هم دومینش به این وصل شده باشه هوم من رو میاره. در واقع فایلی که من تو هوم هم به عنوان HTML درست کرده بودم رو نشون میده. دست تی کی هم درد نکنه. پس ما به مقصود این قسمتمون هم رسیدیم. در واقع سرور ترس نداره، وب سرور رو آوردیم بالا تو درس قبلی، این دفعه تنظیم کردیم که از تو هوم من بخونه و همچنین یه دومین رو بهش وصل کردیم. در واقع وقتی الان من میزنم لینوکس جادی میره از تیکی میپرسه این آی پیش کیه، اون میگه آی پیش اینه، این میاد میرسه به این سرور من و میاد توی هوم جادی پابلیک اچ تی ام ال این رو میخونه. مطمئنا همه کارمون اینجا پرفکت نیست، هم تو دسترسی ها مشکل داریم، همین که کل وب سرور رو آوردیم این طرف، در واقع تو این دایرکتوری چیز جدایی درست نکردیم، ولی فعلا در سطح ما معجزه کردیم. خوش باشین. تا قسمت بعدی که میخوایم یه خورده هاردنینگ انجام بدیم و امکان FTP بدیم به یوزرها که به یکی بتونه FTP کنه، هر فایلی دوست داره اینجا کپی کنه. با تشکر از کسی که باعث شد این ویدیوکست رو درست کنیم. او تبلیغ شخصی من قرار شده پخش کنم از این به بعد گاهی. سایت jadi.ir یکی از سایت‌های خوب معتبر هستش که در این بخش شما میتونین وارد بخش حمایت مالی بشین. با چشمای منو از چپی در بیارید. زرین پال یا هر روش دیگه که دوست دارین. انرژی بخش خوشحال کننده است. نمیدونم. به هر حال من زندگیم از اینا نمیگذره. درآمد عجیبی هم ندارم ولی به هر حال روحیه بخش همیشه کمک‌ها خوبه. خوش باشین. فعلاً.